مؤسسه ملی انکشاف باغداری افغانستان در سال 2009 میلادی تأسیس گردید. این مؤسسه یک نهاد ملی بوده که هدف از تأسیس آن انکشاف سکتور باغداری در افغانستان می باشد. این مؤسسه توانسته است که پروژه های مختلف ارزش زنجیروی را در بخش باغداری موفقانه تطبیق کند. انگامی که پروگرام PHDP2 در سال 2013 تکمیل گردید، مؤسسه ملی انکشاف باغداری افغانستان مسئولیت 6 مرکز تحقیقاتی را در 6 زون اقلیمی افغانستان که در ولایت کابل، ننگهار، کندوز، بلخ، هرات و کندهار موقع دارد و عهده گرفت که بعداً این مراکز تحقیقاتی را به شکل درست و مسلکی آن رسماً در سال 2016 میلادی به وزارت زراعت آبیاری و مالداری و پروژه انتقالی اتحادیه اروپا تسلیم نمود. همچنان این مؤسسه توانسته است متخصصین مرتبط به باغداری را که از سال 2006 بدین سو در پروگرام های PHDP1 و PHDP2 به شکل دوامدار تجربه کسب نمودن در تشکیل خود داشته باشد. دیدگاه مؤسسه ملی انکشاف باغداری افغانستان صنعت پایدار و پرمنفعت باغداری برای زندگی بهتر دیاقین در افغانستان می باشد. این مؤسسه متشکل از 105 عضو از 4 کتگوری است که سالانه اینا مجمع امیر جلسه مجمع امیر دایر می کنند و از بین خود 11 نفر اعضای خود من حیث هیئت مدیره تعیین می کنند و وظیفه از اینایی است که در یک سال مؤسسه را رهبری بکنم. تعداد کارمندان دائمی مؤسسه ملی انکشاف باغداری افغانستان به 75 نفر می رسه و به حدود 40 نفر کارآموز ما همیشه داریم و اونا را تربیه میکنیم. ضمناً به خاطر منسجم ساختن بهتر دهاقین افغانستان ما زیاد کوشیدیم تا گروپ های دهاقین ایجاد بکنیم و بالاخره این گروپ ها را به گروپ های انکشافی ارتقا بدیم. چون دهاقین ما باغاتشان کم است، مقدار زمینشان کم است، ما خواستیم تا اونا را منسجم تر بسازیم، تولیداتشان را کیفیتش بهتر بسازیم و اونا را با تاجرا ارتباط بدیم. بر علاوه که اینا را ارتباط بدیم، تاجرا را در قسمت صادرات همین محصولات باغدارا کمک میکنیم تا اونا با کشورهای مختلف اونا را صادرات کنند و با قیمت خوب تولیدات ما به فروش برسه. قابل یادآوری است که مؤسسه ملی انکشاف باغداری افغانستان تمام فعالیت‌های خیش را در تفاهم و هماهنگی با وزارت محترم زراعت، آبیاری و مالداری انجام داده و در این مورد تفاهم‌نامه همکاری را نیز با این وزارت به امضا رسانیده است. این مؤسسه در سطح رهبری توسط مجموعه عمومی که متشکل از اعضا می باشد که همین اعضا توسط رئیسی هیئت مدیره را تعیین می کنند که هیئت مدیره در کل وظایف نظارت از فعالیت های بخش اجرایی مؤسسه را که توسط رئیس اجرایی پیش برده می شود نظارت می کنند. مؤسسه ملی انکشاف باغداری افغانستان مسئولیت تطبیق پروژه های مختلف را به عهده دارد که از آن جمله یکی هم HVP یا پروژه ارزش زنجیروی باغداری است. پروژه انکشاف ارزش زنجیروی باغداری در بلند بردن سطح محصولات، ارتقای ظرفیت و فراهم نمودن وسایل معیاری بعد از رفع حاصل با مستفیدین و باغداران فعالیت می نماید. و پروژه دیگری به نام HPS یا پروژه حمایت از انکشاف سکتور خصوصی باغداری می باشد. HPS is the support to development of agriculture private sector. It is an EU funded project implemented by ANHDO and the Relief International. The main objective of HPS is to promote horticulture in Afghanistan through 4 main components. The first is to enhance the nursery growers and promote the certification scheme for plants. The second is to promote and sustain adaptive research in Afghanistan horticulture jasmine plant protection. The third component is related to the value chain promotion with the EU approach from farmer to fork for the main horticulture product, like for instance raisin and grape, apple, cherry, plum, peaches or other nuts and dried fruits. The last component is the rebirth of citrus industries in Nangarhar. Through HPS,
ANHDO has developed a network with university and institutions that are helping ANHDO and Afghanistan to enhance the quality of different value chains. ANHDO's role in Afghanistan is now beyond the project, and ANHDO is now actively enabling the environmental for the horticulture development by promoting the introduction of standards and certification in the main Afghan value chains. مؤسسه ملی انکشاف باغداری افغانستان با منظور انکشاف صنعت باغداری در بخش‌های مختلف فعالیت می‌نماید. انکشاف صنعت سیتروس در ولایت‌های شرقی افغانستان. در ANHDO مؤسسه په ختیځ زون کې د سیتروس او د پرمختګ یو پروژه لري چې هدف زمنګ په شرقی زون کې بیرته د سیتروس او د صنعت رغول دي. تحقیقات توافقی میوه‌جات. هدف عمده این دپارتمنت حمایت تکنیکی و مالی ریاست تحقیقات وزارت زراعت هست. در ارتباط یکی از پروژه های بسیار با اهمیت و مهمی که با ما همکار هستند از طریق جامعه اروپا فند میشه، پروژه است که از طریق ANHDO تطبیق میشه. ارزش زنجیروی میوه‌جات دا څنګه د مارکیټ له غوښتنې سره سم د میوو د کیفیت د ښه کولو په موخه له بڼوالانو سره په مختلفو سیمو کې د میوو د راټولولو او وروسته له راټولولو چارو کې مرسته کوي. حمایت و انکشاف صنعت قوریه‌داری. پروژه انکشاف و حمایت از صنعت قوریه‌داری با همکاری نزدیک ممقات 28 انجمن قوریه‌داران در افغانستان در 22 ولایت حمایت میکند. از طریق موسسه ANHDO برای ما یک باغ جور شده او ما به این باغ خیلی علاقه مند استیم او از همکاریشان خیلی رضایت داریم او ما میخواییم که در آینده مقدمه و کمک و همکاری کنم. از زمانی که دفتر ANHDO ایجاد شده در همکاری و همانگی بسیار خوب و قوی امرای وزارت زراعت کارهای خود را فعالیتهای خود را پیش میبرند به ویژه ریاست توسعه باغداری و انستیتوت تحقیقات زراعت.